بسم الله الرحمن الرحیم. با درود و صلوات به محضر سید رسولان و خاتم پیامبران و خاندان عصمت و طاهرین ایشان، خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی تلویزیون جهانی هادی بخش فارسی دری سلام و احترام تقدیم میکنم. امیدوارم هر جایی که هستید خوب و خوش و سرحال باشید. شما بیننده برنامه به وقت بیداری به طور زنده و مستقیم از تلویزیون جهانی هادی هستید. در خدمت کارشناس محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای رضوی هستیم. طبق روال هفت دوشنبه شبها در هفته های اخیر با موضوع شرح و تفسیر خطبه های متقین نهج البلاغه. سلام علیکم جناب آقای رضوی، بسیار بسیار خوش آمدید به برنامه خودتون. علیک السلام و رحمت الله. خیلی ممنون، تشکر از لطف شما. سلامت باشید. حالا سلام علیکم با بینندگان بفرمایید تا برنامه رو شروع کنیم. معذر همه بینندگان عزیز، امیدوارم انشاءالله در پناه خداوند متعال و کنف حمایت های الهی از گزند همه حوادث عزیزان ما انشاءالله مسئول و مسلم باشن. انشاءالله سپاسگزارم از دعای نیکتان در حق بینندگان عزیز و گرامی ما. جناب استاد رضوی، ما در سلسله برنامه هایی که در دوشنبه شب های اخیر تقدیم بینندگان عزیز و گرامی خودمان از برنامه به وقت بیداری کرده ایم، همون قسمی که عرض کردم شرح و تفسیر خطبه های متقین نهج البلاغه هست. خب همون قسمی که خود بینندگان عزیز و گرامی هم پیگیری کردن و مطلع هستند، در هر قسمتی از این برنامه بخشی از سخنان گوهربار مولای متقیان امام پارسایان علی علیه السلام از زبان جناب عالی شرح داده میشه و دربارش بحث و گفتگو میشه. مشتاق و منتظر هستیم که برای امشب ما چی بخشی از این خطبه را انتخاب کردید تا گفتگوی ما ثمر و فایده ای داشته باشه و ما بتونیم با دستان پر از این برنامه خارج شویم و به پایان برسانیم این برنامه را. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی امیر المؤمنین و امام المتقین علی ابن ابی طالب علیه السلام. همونطور که شما فرمودید، ما جملات از خطبه متقین را محضر بینندگان عزیز عرض کردیم. برای کسانی که انشاءالله اینها موفقند و خطبه را جستجو میکنند و نگاه پایگیری میکنند، بله، تکه از قسمتی که امشب خدمت اعزان عرض میکنیم را میخوانم. بله بسیار عالی. و بعد انشاءالله در خدمت شما هستیم. حضرت میفرماید اما اللیله فصافون اقدامهم تالین لاجزاء القرآن یرتلونها ترتیلا. اما شب پرهیزگاران اینها ثابت است قدم هایشان، تلاوت میکنند اجزاء قرآن را و به اون دقت میکنند و ترتیل قرآن را به جا میارند. حالا جمله ادامه داره انشاءالله تا جایی که خدمت عزیزان هستیم و وقت و فرصت اجازه خواهد داد، انشاءالله مطالب بعدی را خدمت شما و بینندگان عزیز عرض خواهم کرد. درست. اما این مطلب که می‌فرماید اما اللیله فصافون اقدامهم، یکی از فضائل پرهیزگاران این است که اینها در شبها ثابت قدمند و گام‌های استوار دارند در راه خودسازی و بندگی پروردگار. این جمله در ضمن که اخباری هست از اون چی که باید پرهیزگاران داشته باشه، چون حضرت میخواد این صفات را بارور کنه در وجود انسانها و انسانها را به سوی پرهیزگاری دعوت کنه، در حقیقت این اخبار انشاء برای یک موضوع بسیار مهم نسبت به امور است که در شب پرهیزگاران باید انجام بگیره.
یعنی علی علیه السلام تعیین وظیفه میکنه، میگه انسانهای پرهیزگار باید این رقم باشه، باید اینطوری باشه و دارای این فضائل و صفات باشه. خب خودش حضرت علی علیه السلام الگوست در این مطلب. ما در روایات در تاریخ اگر مراجعه کنیم میبینیم علی علیه السلام شبهای خودش را بیشتر در نخلستانهای کوفه مشغول عبادت بود. اگر در جای دیگه هم قرار میگرفت، پاس از شب را حد اقلش میگم حضرت به عبادت و خودسازی سپری میکرد تا این صفت پرهیزگاری در وجود حضرت به عنوان یک ملکه استمرار بخشیده شود. خب داستان ابو دردا که ما در موارد خاصی و متعدد محضر بینندگان عزیز عرض کردیم، حضرت شب از کنار دوستان و احباء خودش خارج شد. ابو دردا مگه من حضرت تعقیب میکردم، رفت در نخلستان کوفه، دیدم شروع کرد به آه کشیدن. جمله های زیبایی داره که حالا اینا ما تکرار نمکنیم، فقط به عنوان نمونه محضر بینندگان عزیز عرض میکنیم که علی الگوی پرهیزگاران در پاسداری از شب و شب زندداری ها بود. کارش مشغولیت به ذکر الهی، دعا، نماز و عبادت در راه استمرار ملکه صفت تقوی در وجود حضرت علی علیه السلام بود. درست. حالا این شعر اگر محضر بینندگان که شاید اکثر اطلاعی هم داشته باشن بخوانم، نسبت به عبادت علی و شب زندداری علی خیلی شعر زیباست. علی آن شعر خدا شاه عرب الفتی داشت با این دل شب. شب ز اسرار علی آگاه است، دل شب محرم سر الله است. خب این شعر خیلی شعر زیباییه. بله. همونطور که حکایت میکنه از حالات حضرت علی علیه السلام، سفارش هم میکنه به ماها، میگه اگر میخواهید به اون اسرار ناپیدای الهی دست پیدا کنید، شب زنده داری را از دست ندید. چرا؟ دلیلش اینه که شب زنده داری در منابع اسلامی از اهمیت خاصی برخورداره. خب شبها نصف عمر انسان است. بله. بلکه بیشتر عمر انسان در خواب مخصوصا شبانگاه از بین میره. درست. انسان باید خیلی مواظبت کنه از این نصف عمر خودش به صورت بسیار صحیح استفاده کنه. و چی بهتر که انسان از کارهای جنبی، از کارهای عاطفی، از کارهای احساسی، مخصوصا مثلا در این شبها از دیدن تلویزیون ها، ماهواره ها بکاهه و دل خودش رو با این اسرار الهی در شب زنده کنن. بله. حیف واقعا انسان از شب استفاده بهینه نداشته باشه. بله. اهمیتی که در منابع اسلامی برای شب شده خیلی کمتر در موارد دیگه ما اینا به چشم میبینیم. ببینید حالا قبل از که شما اهمیت رو بیان کنید، این نکته رو من عرض کنم خدمت، در تایید صحبت های شما، که سبک زندگی های ما متاسفانه خیلی فاصله گرفته شاید از آنچه که مد نظر اسلام باشه. در اسلام همون قسمی که حالا شما فرمودی توضیح خواهید داد، برای شب که نصفی از عمر ما هست اهمیت زیادی قائل شده، ولی ما امروزه نگاه میکنیم که شب نشینی های ما سمت و سوی دیگری گرفته، به جای اینکه ما خدا محوری باشه، خودسازی باشه و آنچه که مد نظر اسلام هست و آنچه که سیره پیامبر و بزرگان بوده، بیشتر به وقت شب نشینی ها بیشتر به وقت گذرانی تبدیل شده، و یا اینکه بعضی ها ممکن است کارهای خلاف شرع و خلاف عرفی در این شب نشینی ها انجام بده. متاسفانه این پدیده یک پدیده رایج در جامعه هست. باید زندگی ما را، سبک زندگی ما را، اگر واقعا اسم ما مسلمان است و اسم ما پیرو علی علیه السلام هست و بله. شیعه
مخلص و ارادتمند و پیرو علی علیه السلام هستیم، بله، سبک زندگی علی قرار بتیم. درست. خب سبک زندگی علی یکی از خصوصیاتش ای بود که نصف عمر خودش را که شب باشه، بله، به طور صحیح ازش استفاده مکرد. خب در مسیر تقوا، در مسیر پرهیزگاری، شب یک نعمت مغتنم از طرف خداوند متعال است که حتما باید در این مسیر ما برنامه ریزی داشته باشیم. درست. به خاطر اینکه اهمیت خاصی داره شب. ببینید خداوند متعال در 42 آیه بله، شب را بر روز مقدم کرده. درست. اگر اجازه بدید وارد بحث اگر شویم ناتمام میمانه، یک وقفه داشته باشیم، بعدش میپردازیم به اهمیت و جایگاه شب در منابع اسلام انشالله. سپاسگزارم از شما، دعوت میکنم به تماشای میان برنامه. بله، سپاسگزار هستیم از همکاران ما در بخش تهیه و تولید برنامه و همه قسم همکاران ما در اتاق فرمان که این حدیث بسیار بسیار ارزشمند در قالب یک گله تقدیم شما بینندگان عزیز و گرامی کردن. چه زیبا فرمود پیامبر عظیم و شأن ما درباره شب زنده‌داری و نماز شب که دو رکعت نماز در دل شب نزد خداوند از دنیا و آن چه در او هست بسیار بسیار ارزشمندتر است. خب با همین حدیث اجازه بدید که بحث این بخش از گفتگو را با کارشناس محترم شروع کنیم. این یک نمونه است از آن چه که در منابع اسلامی و از زبان پیامبر اکرم درباره ارزش عبادت در شب بیان شده. اگر جناب عالی، خب قطعا پژوهشگر هستید، قرآن پژوه هستید، با منابع اسلامی سر و کار داریم، شب زنده داری که به عنوان یک ارزش در منابع اسلامی یاد می شود، بیشتر اگر برای ما از قرآن و روایات اگر بگید چی بخش هایی را میشه بیش تاکید کرد و توجه کرد؟ بله، اهمیت شب را داشتیم میگفتیم. بله. در منابع اسلامی روی اهمیت شب خیلی تأکید شده. حالا اینکه چرا، انشاءالله بعد در محضر شما و بندگان عزیز خواهیم بود. برای اینکه ما پی ببریم این نعمت مغتنم الهی در دست ماست و ایر ما هدر نتیم، به خاطر اینکه خداوند متعال و تاریخ ما، دیانت ما، اعتقادات ما و فرهنگ ما شب را برایش ارزش قائل شده. بله. خب ما میبینیم خداوند متعال خیلی کارهای بزرگ را در شبها انجام میداده. این به خاطر اهمیت شب بوده. ببینید شب معراج رفتن پیغمبر صلی الله علیه و سلم در شب بوده. سبحان الذی، یعنی اصطلاح هست میگم شب معراج. بله، شب معراج. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. ببینید این اهمیت شب را میرسانه خداوند. چرا در روز این کار را نکرد؟ بله، آیه قرآن هم تأکید به این مطلب کرده که سبحان الذي اسرا بعبده لیلا ان انزلناه في ليله القدر، یا انزلناه في ليله مباركه. ببینید اینها همه اهمیت این مطلب را میرسونه. لیله آمده در آیات متعدد، خداوند متعال رویش انگشت گذاشته و تصریح کرده. بله. حضرت موسی علی نبینا و علیه السلام 40 شب به مهمانی خدا دعوت شد و وعدنا موسی
30 لیلته و اتممناه بعشر. خب اینا ما میخوانیم دیگه در اکثر در دعاها و نمازهای خود ما. بله و همین قسم نماز دهه اول ذی‌حجه که این آیه خوانده میشه. بله مستمر اینا میخوانیم. یا حضرت عیسی وقتی عروج داده شد به طرف آسمان در شب بوده، لذاست به خاطر ای به پیغمبر سفارش میکنه که این مقام را شب را غنیمت حساب کن، شاید به یک جایگاه والا برسی. ببینید نگفته در روز این کار را کن. حالا ما نفی نمیکنیم، یعنی سلب نمیکنیم از این که ما در روز عبادت کنیم، پرهیزگاری کنیم، بالاخره راه های تعالی را بپیماییم، اما خصوصیت شب را دوستان عزیز در نظر داشته باشه. خداوند متعال به این خیلی تأکید کرده و من اللیل فتهجد، تهجد در شب داشته باش. بعد عسى ایبعثک مقاما محمودا، شاید به این مقام محمود برسی. یعنی نگفت در روز این کار رو بکن، در شب این کار رو بکن، نافله بخوان، تهجد داشته باش، شاید خدا تو رو به مقام محمود برسه. مقام محمود. حالا مقام محمود یک مقام برجسته است، همونطور که از خود این کلمه روشن، محمود یعنی حمد شده، ستایش شده، پسندیده شده. یک مقام است که واقعا همه خداوند میپسنده، ارجمند هست، ارجمند هست. بله. لذا در روایت داریم و ابعثه مقام محمودا. حضرت امام صادق علیه السلام فرمود به خاطر این کارهایی که در شب پیغمبر انجام میداد، خداوند اینه به مقام محمود رساند. چیه مقام محمود؟ جایگاهی که یغبته به الاولون و الاخرون. ببینید چقدر شب ارزش داره که اگر این انسان پاس بداره و شب زنده‌دار باشه، همانطوری که علی علیه السلام در صفت پرهیزگاران توصیه میکنه به این مطلب. بله. انسان میتونه با استفاده کردن از شب به مقام محمود برسه. حالا مقام محمود چیه؟ یکیش در روایت داره مقام است که همه به او غبطه میخورن، همه رشک میورزند، همه آرزو میکنند که ای کاش به این مقام برسه. درست. اگر انسان به والایی شب توجه کنه و واقعا اون چیزی را که در روایات اسلامی هست و از این استفاده کنه، برنامه هایی که در شب میتونه قابل استفاده باشه، احتمال رسیدن به این مقام محمود هست. چون مقام ها جایگاه ها منحصر نیست، گرچه پلکانیه، هر کسی به اندازه شایستگی و تلاش خودش میتونه به این مقام برسه. بله. حالا در بعضی روایت هست که مقام شفاعت کبراست که درست سماعه از حالات پیغمبر در روز قیامت از امام صادق سوال میکنه، حضرت میگه این مقام شفاعت کبرا داده شده. خب رفتن محضر نوح، رفتن حضرت محضر موسی خلایق در قیامت. درست. اینا گفتن که ما این مقام رو نداریم به خاطر اون خصوصیاتی که داریم. شما مراجعه کنید به حضرت پیغمبر اسلام. بعد حضرت این مقام را پیدا کرد از طرف خداوند و این جایگاه را برای خودش در عالم ملکوت دید. بله. رفت در باب الرحمن در روبروی بهشت، اونجا مشغول سجده شد. خداوند گفت خب حالا سجده بس دیگه، بلند شو کارایت انجام بده. چی کارا؟ شفاعت کن. اونجاست که مقام و این جایگاه حضرت پیغمبر استفاده کرد و بله. مقام شفاعت کبرا برای اولین و آخرین برای حضرت ارزانی شد. بله جناب استاد، حالا ای که مقام محمود منظورش چیست، شاید دیدگاه ها و اقوال مختلف باشه و به یک جنبه شما اشاره فرمودید، اگر به این سوال پاسخ بدین که چرا شب در منابع اسلامی اینقدر مهم هست که حتی عبادت در شب شخصی چون پیامبر به یک مقامی میرسونه که همه آفرید مخلوقات به او غبطه میخورن و آرزو میکنن که ای کاش ما هم به چنین جایگاهی میرسیدیم. خب ای که شب چرا اینقدر اهمیت داره؟ بله در تعبیرات دینی هم وجود داره قضیه، یعنی آمدن روشن کردن که بله. شب دارای اهمیت خاص است. خب چرا؟ همین یکی از دلیلهایش اینه که ببینید شب خلوتگه عشاق، انسانهایی که
عشق میورزن به چیزی، بله میخواین اغیار در اطرافش نباشه. و واقعا از این خلوتگه آدم زمان استفاده میکنه که کسانی که غیر هست مانع کارهای او نشه تا بتونه انسان وصول پیدا کنه به سوی یار خودش. بله. و خداوند متعال بهترین یار انسانه. ببین انسان ها در این دنیا واقعا تنهایه، ولو از نظر روحی از نظر اجتماعی با هم دیگر نزدیکه، اما از نظر فیزیکی واقعا انسان ها تنهاین. خب هر جسم از همدیگر جدایه، خصوصیات روحانی انسان جدایه، و اون یار واقعا که مگه اینما کنتم، هر کجا باشید، ان الله معکم، خدا با شماست، این یار واقعی را انسان بهتر میتونه در اون خلوت با عشق و علاقه عبادت کنه. لذا ببینید در روایت هست ان الوصول الی الله عز و جل سفر لا یدرک الا به امتلاء اللیل. در وصول به سوی اون معشوق حقیقی و محبوب حقیقی یعنی خداوند متعال که یک سفری را انسان باید در این مسیر طی کنه، این عشق، این حب، این دوستی درک نمیشه مگر به امتلاء لیل، یعنی شب پیمایی. ببینید امتلاء یعنی پیمودن چیزی، طی کردن چیزی. انسان باید این مسیر را طی کنه و بهترین ره آوردگاهش شبهایه. لذا در شب وقتی انسان عبادت میکنه اونجا ریا هم نیست دیگه. ریایی در که تنهایی هست معمولا. در تعبیرات داریم اخفا من دبیب نملت علی الصفا، ریا یک چیزیه که مثل یک مورچه در شب سیاه روی سنگ سیاه که راه بره. اعمال انسان را چی میکنه؟ فاسد میکنه. اما شب کسی نیست، آدم خودش هست و خدایش، خودش هست و پناهش، خودش هست و محبوبش، خودش هست و عبادتش. دست خودش را، دست نیاز خودش را برمداره و سوی اون معبود حقیقی و اون یار حقیقی خودش، و ریای هم وجود نداره. کسی نیست که بگه آقا چیکار میکنی. درست. لذا ببینید یه تعبیری داره، میگه بیگانه مثل اجسام سیاه، اگر در یک محیط قرار بگیره موجب جذب نور میشه و روشنایی را از محیط کم میکنه. واقعا همینطوریه. آدم اگر بخواد اون جلاء باطنش، روحانیت و روشنایی درونش کم نشه، باید سیاهی ها را از خودش چکار کنه؟ دور کنه. و غیر اون سیاهی هاییست که محیط انسان را تاریک میکنه، نور معنویت انسان خود انسان را جذب میکنه، کاهش میده. بله. اما در شب همچی قضیه وجود نداره، نه ریا هست و نه غیر هست و انسان هست و دلش هست و خدایش. درست. لذا زمینه عروج و دریافت معنویت در شب بیشتره، چون مشغله ها هم نیست. مشغله ها هم کم تره. مشغله ها هم کم میشه. وقت استراحت انسان هست. وقت استراحتش، خانوادش استراحت، اولادهایش استراحت، بالاخره اون دوستانش عزیزانش دیگه مشغولیت برایش ایجاد نمیکنه، کارها تعطیل میشه. انسان با یک دل باز، با یک خاطر آسوده دست خودش رو برمیداره به سوی رب بی‌نیاز خودش و مشغول عبادت میشه. لذا ببینید قرآن عظیم الشأن هم به این مطلب اشاره میکنه، میگه اگر واقعا میخواهید شما بالاخره به اون لطف الهی برسید، شب را تایگاه خودتون قرار بدید، شب را یک مرکب متوی خودتون قرار بدید، فرصتی برای اوج گرفتن. بله، اوج بگیرید. درست. این ناشعت اللیل هی اشد وطئا و اقوى مقیلا. شب ولو سختی های خودش رو داره، بله، اما اون رسیدنگاهش به مقصود شدیدتر و از نظر گفتار پایدارتر و قویمتره.
درست. لذا انسان از این شب اگر استفاده کنه واقعا به مقصود خودش احتمال داره نائل شه، به شرطی که خصوصیات درست. و شرایطش رو چیکار کنه داشته باشه. بسیار عالی جناب استاد. خلاصه اگر بگیم هر کار زمان مناسب خودش داره، ولی زمان مناسب رسیدن به خدا عبادت خداوند خلوتگاه شب هست. اما قسمی که بعضی از آثار بسیار بزرگی که در حوزه ادبیات در دیگر حوزه های دیگر خلق شده، اینها نویسندگان در خلوت شب این کار را انجام دادن، در روز امکانش نبوده. امیدواریم که شبهای ما و شما همراه باشه با خلوت نشینی و راز و نیاز با خداوند، و فرصت شب برای موفقیت ما و شما دعوت میکنم به دیدن میان برنامه کوتاه. پخش برنامه های آموزشی مکتب هادی، شنبه ریاضی صنف 7 10 تا 10 و نیم، کیمیا صنف 8 10 و نیم تا 11، دری صنف 9 11 تا 11 و نیم، یک شنبه کیمیا صنف 7 10 تا 10 و نیم، فیزیک صنف 8 10 و نیم تا 11، بیولوژی صنف 9 11 تا 11 و نیم، دوشنبه فیزیک صنف 7 10 تا 10 و نیم، ریاضی صنف 8 10 و نیم تا 11، کیمیا صنف 9 11 تا 11 و نیم، سه‌شنبه بیولوژی صنف 7 10 تا 10 و نیم، دری صنف 8 10 و نیم تا 11، ریاضی صنف 9 11 تا 11 و نیم، چهارشنبه دری صنف 7 10 تا 10 و نیم، بیولوژی صنف 8 ده و نیم تا 11، فیزیک صنف 9 11 تا 11 و نیم. مکتب هادی، دریچه دانایی. بینندگان عزیز و گرامی، یکی از شما بزرگواران درباره زمان پخش و بازپخش برنامه های آموزشی مکتب هادی پرسیده بودند که همکارای ما زحمت کشیدند این تیزر رو تقدیم شما کردن که در اونجا زمان پخش برنامه های هادی به سمع و نظر شما رسید. پخش اصلی این برنامه ها مکتب برنامه های آموزشی مکتب هادی از ساعت 10 تا 11 و نیم هست و باز پخش و هم از 9 شب تا 10 و نیم شب هست. اونایی که در روز فرصت نکردن میتونن که برنامه را دوباره تکرارش ببینن از ساعت 9 تا 10 و نیم شب. البته از یکی دو روز ممکنه با تاخیر از پخش ماهواره ای ما این برنامه ها در فضای مجازی ما قرار میگیره، در یوتیوب و فیسبوک و سایت، و لینک های دسترسیش هم در آپارات ممکنه باشه، در تلگرام و واتساپ در اختیار شما هست. امیدواریم که شما از طریق مکتب هادی که دریچه دانایی هست دانایی هایتان را تکمیل کنید، تحصیلاتتان را اگر عقب مانده جبران کنید، و دل ما خوش است به همین خدمت کوچک که گامی کوچک باشه برای رشد و تعلیم، گسترش تعلیم و تربیت در جامعه. اجازه بدین که برگردیم خدمت کارشناس محترم و ادامه گفتگو. بله، درباره اهمیت شب زنده‌داری و فلسفه ای که چرا این شب اهمیت داره، صحبت های بسیار خوبی را از زبان جناب عالی شنیدیم. ادامه این مطلب رو بفرمایید. میشنیم. بله، خب گفتیم شب داره اهمیت خاص از نظر اعتقادات شرعی و دینی ما. بله. منابع دینی ما. حالا ما در این فرصت بسیار مناسب یعنی شب چیکار کنیم؟ حضرت علی علیه السلام دو تا وظیفه را در این قسمت خطبه متقین بیان کرده. وظیفه اول اینه که حضرت می فرماید تالین لاجزاء القرآن، پرهیزگارانی که شب را مرکب راهوار خودشان قرار دادن، یکی از وظایفش اینه که در این شب تلاوت اجزاء قرآن کنه، یعنی با قرآن انس داره، با قرآن انس پیدا کنه. حالا ببینید نکته مهمی که واقعا خدمت بینندگان عزیز عرض کنم، ادعای مسلمانی و پیروی حضرت علی علیه السلام بدون این که ما قرآن را بخوانیم،
و به اون عمل کنیم و قرآن را از تاقچه های ما به صورت فانتزی و ظاهری بدر کنیم اصلا امکان نداره. یعنی ما میگیم ما مسلمانیم اما قرآن را روی تاقچه های ما گذاشتیم و خاک میخوره متاسفانه. اونس با قرآن در بچه های ما، در خانواده ما، در عزیزان ما فراموش شده، واقعا فراموش شده. بله. الان با این همه وسایل و تجهیزاتی که در دست ما هست مثل موبایل ها، ماهواره ها، تلویزیون ها و امثال اینها، دیگه مردم قرآن را به تاقچه گذاشتن و سلام اعتنایی به قرآن نمیشه. اما ببینید قرآن نور الهی است. حتی همین نگاه کردن به قرآن خودش نورانیت بخش است، به انسان نور میده، معنویت میده، روحانیت میده. ببینید ما در معرض اشعه وقتی قرار میگیریم، مثال بزنم خدمت بینندگان عزیز، بله، این اشعه ولو بظاهر محسوس نیست اما سر تا پای وجود انسان را فرا میگیره. لذا ببینید در اشعه اکس و امثال اینها میگن خیلی باید احتیاط کنم. در زیر سیم برق وقتی قرار میگیریم، حتی میگن الکتریسیته ها در تمام وجود انسان و مغز انسان اثر میکنه. لذا میگه بچه ها رو در معرض این اشعه ها قرار ندید، مخصوصا سیم های پرفشار و قوی برق. نور آفتاب ولو حس نمیشه اما ویتامین دی و امثال اینها ازش جذب میشه و داخل بدن فوایدی داره، هم ضررهایی داره. بله، ضررها و فواید داره، با اینکه در ظاهر ما چیزی را احساس نمیکنیم. بله. قرآن کلام الهی است، قرآن سخن خداست، اون نورانیت واقعیه که از طرف رب العزه در جهان پخش میشه در قرآن انعکاس پیدا کرده. لذا حتی نگاه کردن به قرآن دارای فضیلت است، بدن انسان نورانی میکنه، نورانیت و روحانیت انسان را زیاد میکنه و بدن انسان را کامل میکنه. لذا در روایت داریم که لیس شیء اشد علی شیطان من القراءه فی المصحف نظرن. ببینید نمیگه تلاوت قرآن، میگه همین که نگاه میکنید هیچ چیزی گرانتر بر شیطان از قرائت قرآن با نگاه نیست. یعنی حتی ممکنه تلفظ نکنی، تلفظ نکنید، نگاه کنید، خط قرآن رو عبور کنی. بله. بعد روایت داریم که ان نظر علی ابن ابی طالب عبادتون. بله. نگاه کردن به علی علیه السلام عبادت است. ببینید در روایت است که آقای بنام مزری حکایت میکنه، میگه ما در مکه بودیم، دیدیم ابوذر غفاری آمد، اون سال عمر هم در مکه آمده بود، خلیفه دوم. بله. زیارت حج، دیدیم علی ابن ابی طالب آمد مشغول نماز شد، اما ابوذر غفاری جنادت ابن جندب با نگاه های بسیار بسیار عمیقی خودش، بله، به طرف علی علیه السلام نگاه میکرد، همینطوری خیره شده بود به طرف علی علیه السلام، مات و مبهوت چهره مولا بودن. بعد یه آقا میگه ما گفتیم که خب ابوذر خیلی به نگاه میکنه طرف علی علیه السلام. ابوذر میگه من از پیغمبر خدا شنیدم که حضرت فرمودند نظر کردن به چند چیز از جمله علی ابن ابی طالب عبادت الهی است. ببین نگاه به علی، همینطور در روایت‌های خیلی زیادی داریم میگن نگاه کردن به قرآن عبادت است. اما اهمیت این قضیه بیشتر زمانی بالاخره پی بردن بشه که ما واقعا قرآن را بیایم چیکار کنیم، قرآن را بهش عمل کنیم، قرائت کنیم و عمل کنیم. بله. لذا در روایات داریم که حضرت امام صادق فرمود، در همونطوری که در این تعبیر حضرت علی علیه السلام هست، تالین لاجزاء القرآن یرتلونها ترتیلا، ترتیل یعنی ظاهرش را با زیبایی شما انجام بدید، بخوانید، دقت کنید در اجزایش. بله. فتمکس بهی، مکس کنید در قرآن. و اذا مررت به آیتین، همونطوری که علی علیه السلام میگه وقتی به آیه شما عبور میکنید از آیه که
ذکر آتش در اون شده باشه به خدا پناه ببرید. آیه هایی که در اونها ذکر بهشت هست، وقتی اونجا رسیدید بهشت را از خداوند متعال درخواست کنید. ببینید پس مهمترین نکته علاوه بر نظر کردن در قرآن، قرائت قرآن، تلاوت قرآن، اینه که ما به قرآن عمل کنیم. عمل کنیم یعنی وقتی قرآن میخوانیم با دقت و تدبر آیه هایی را که در اونجا رسیدیم مفادش را در عمق جان خود ما فرو ببریم، روحانیت ما را با او افزایش بتیم، روشنی دل و جلاء معنویت ما را با قرآن زیاد کنیم. لذا علی علیه السلام به همین خصوصیات میگه انسانهای پرهیزگار اون کسانی است که این کارها را میکنه، تلاوت میکنه و یحزنون بهی انفسهم. درست. وقتی قرآن میخوانند انسانهای پرهیزگار دلشان محزون میشه با اون حزن که از قرآن ایجاد میشه. کمتر از یک دقیقه فرصت برنامه هست جناب استاد، اگر و یستشیرون بهی دواء دائهم، انسان عمل کنه به قرآن و اون دردهایش رو با قرآن دوا کنه. واقعا عصر فعلی ما زمان است که ما بتونیم با قرآن که واقعا منبع کرامت الهی، بله، معجزه الهی برای انسان هاست و قانون، بتونیم با این مشکلات ما را چیکار کنیم؟ دوا کنیم. بله. دعای صبح و آه شب کلید گنج مقصود است. بدین راه و روش میرو که با دلدار پیوندی. بسیار انشالله امیدوارم دوستان عزیز ما با تأثیر از قرآن، بله، از شبهای خودشان بیهوده استفاده نکنن و در راه خودسازی و پرهیزگاری از شب استفاده کنن. سپاسگزار هستیم. بله، فاش گویم آنچه در دل مزبر است این کتابی نیست، چیزی دیگر است. چون که در جان شد، چون که در جان رفت، جان دیگر شود. جان چو دیگر شد، جهان دیگر شود. امیدواریم که با انس با قرآن و برکت همراهی و همنفسی و همگامی با نسخه وحی و کتاب الهی قرآن کریم جان ما تازه شود، ایمان ما تقویت شود و زندگی ما سر و سامان پیدا کنه. بسیار سپاسگزار هستیم همراه با کارشناس محترم جناب استاد رضوی. شبی خوب و خوش و سراسر و مملوی از معنویت برای شما آرزو میکنیم. خدا یار و نگهدار. خدا حافظ.